سلام به همه دوستای عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. من کامبیز هستم و توی این ویدیو قراره که یه بررسی جذاب داشته باشیم از سری مچبندای هوشمند شیائومی و خودشم جدیدترینشون یعنی میبند 7. ادامه این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باشید. قبلش خوشحال میشم اگه همین الان ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم حتما فعال کنید تا بلافاصله بعد از انتشار ویدیوهای جدید باخبر بشید. بریم سراغ بخش اول. ابتدا از طراحی شروع میکنیم. میبند 7 یه شیپ بیزی داره و زیر دستگاه هم سنسورهای اندازه‌گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون قرار دارن. جنس بندش هم از نوع TPU هست و سیلیکون با کیفیت ضد حساسیت، گواهی 5ATM هم داره، یعنی تا فشار 5 اتمسفر در برابر نفوذ آب مقاومه که برای شنا کردن مشکلی باهاش نخواهید داشت. وزن دستگاه هم حدود 13 گرمه. در مجموع میتونم بهتون بگم که توی طراحی میبند 7 اتفاق خاص و عجیبی نیفتاده و همون سبک طراحی های نسلای قبلی رو میبینیم، با این تفاوت که یه مقدار دستگاه عریض‌تر شده. صفحه نمایش میبند 7 یه نمایشگر 1.62 اینچی AMOLED با تراکم پیکسلی 326 PPI و رزولوشن 192x490 پیکسل. این صفحه نمایش روشنایی خیلی خوب 500 نیتی داره که باعث میشه زیر نور مستقیم آفتاب مشکلی برای دیدن محتوای صفحه نمایش نداشته باشید. Always on display یا صفحه نمایش همیشه روشن هم داره که این قابلیت توی نسل‌های قبلی نبود. صفحه نمایش قابلیت‌های مختلف شخصی سازی داره که میتونید واش فیس های متنوع رو از اپلیکیشن زیپ لایف دانلود کنید. اسمش قبلا میفیت بود ولی الان به زیپ لایف تغییر یافته. از لحاظ کیفیت هم این صفحه نمایش واقعا کیفیت خیلی خوبی داره. رنگ ها رو خیلی تمیز و زنده نشون میده و اون قرنگ مشکی هم توش خیلی خوبه. در کل میتونم بهتون بگم که صفحه نماییش یکی از نقاط قوت میبند 7 محسوب میشه. بریم سراغ باتری. ظرفیت باتری میبند 7 180 میلی آمپر ساعته و به همراه شارژر مغناطیسی عرضه میشه. اگر که استفاده مدام داشته باشید از مچبند هوشمند، یعنی تمام سنسورهاش فعال باشه، باهاش ورزش کنید، آلویز آن دیسپلی هم فعال باشه، یه هفته بهتون شارژه میده. اما نه اگر در حالت استندبای ازش استفاده کنید و زیاد باهاش ورزش نکنید، 10 تا 12 روز بهتون شارژه میده. در کل میتونم بهتون بگم که پکیج باتری و شارژ شدن میبند 7 هم خوب و قابل قبوله. از لحاظ حسگرها و سنسورها هم حسگرهای مختلفی داره، مانند اندازه‌گیری ضربان قلب، اندازه‌گیری سطح استرس و سنجش سطح اکسیژن خون و شتاب سنج 6 محوره هم داره که اگر مشتون رو اینجوری بچرخونید میتونید ساعت رو مشاهده کنید. میرسیم به بخش قابلیت‌های مچبند هوشمند. شاخص ارزیابی سلامت یا همون سیستم PAI داره که تمامی فعالیتاتون رو در طول هفته زیر نظر میگیره و تا 100 یه عددی رو بهتون نشون میده. 120 حالت ورزشی داره، از شنا و دوچرخ سواری گرفته تا تردمیل و تنیس و فوتبال و قایقرانی که دیگه میشه گفت واقعا تعداد حالت‌های ورزشیش خیلی زیاده و در قسمت ورکاوت هیستوری هم میتونید تاریخچه ورزشاتون رو ببینید. میتونید وضعیت آب و هوا رو برای امروز و روزهای آینده ببینید، موزیک کنترل کنید. البته روی مچبند هوشمند اسپیکری برای پخش موزیک وجود نداره و فقط میتونید کنترلش کنید. در قسمت مور ورلد کلاک داره که میتونید ساعت به عنوان ساعت جهانی ازش استفاده کنید و ساعت کشورها و پایتختهای مهم رو ببینید. به عنوان شاتر دوربین میتونید ازش استفاده کنید. اگر که به مدت 1 ساعت به طور ثابت یک جا بشینید، هشدار عدم تحرک بهتون میده. کالری سوخته شده رو میتونید ثبت کنه، مسافت طی شده رو میتونید ثبت کنه. اگر هم نوتیفی براتون بیاد نشون میده. البته هنوز هم زبان فارسی رو به طور کامل پشتیبانی نمی کنه و پیام‌های فارسی رو به صورت حروف به حروف و برعکس نشون میده. البته احتمال اینکه توی آپدیت‌های نرم افزاری پیام‌های فارسی رو بتونی نشون بده احتمالش خیلی زیاده. دستیار صوتی MIUI هم داره که به نظر من فقط در اختیار کاربران چینی خواهد بود. میرسیم به جمع‌بندی و نقاط ضعف و قوت میبند 7. نقاط قوت که میشه صفحه نمایش خیلی خوب و با کیفیت، مجهز به سیستم AOD یا همون Always On Display و تعداد زیاد حالت‌های ورزشی.
نقاط ضعفش هم میشه عدم پشتیبانی از زبان فارسی، البته برای ایران، و یه مقدار هم قیمتش بالاست الان که اوایل تیر 1401 هستیم. میبند 7 چون تازه اومده قیمت حدود 1,500,000 تومان رو داره، البته به مرور زمان قیمتش کاهش خواهد یافت. یکی هم اسپیکر روی دستبند نیست و این موجب میشه برای تماس نتونید ازش استفاده کنید. ممنونم از وقتی که برای تماشای این ویدیو گذاشتید. سابسکرایب کانال و لایک ویدیو رو فراموش نکنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.